سردار پاشایی قهرمان کشتی فرنگی جهان و مربی سابق تیم ملی هم با ما همراه شدن. آقای پاشایی، خواهر شما هم از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هست. خب میشه بگین چرا و چطورشون بازداشت شدن؟ درود به شما. اول باید بگم که تصویر معترضان رو که نشون میدید قلبم پر میکشه برای هموطنانم و ای کاش ما هم کنار اونها بودیم. خواهر من هم مثل همه زنای دیگه، زنایی که معترض هستن، بازداشت شده. اگرچه الان قلب من پیش خواهرم هست، اما ناراحت نیستم، بلکه بهش افتخار میکنم. افتخار میکنم که در زندان جمهوری اسلامی هست. نمیدونم الان در سلول انفرادی هست، در کدوم زندان، اطلاعی ندارم، اما فقط میخوام بهش بگم که بهش افتخار میکنم و به همه اون زنانی که در زندان ایران هستن، بازداشت شدن یا جونشون از دست دادن، به همهشون افتخار میکنم. چه تفاوتی هست بین خواهر من با همه اون زنهای دیگه که بازداشت شدن و یا هیچ اطلاعی از اونا در دست نیست؟ اتفاقا هزاران زندانی دیگه هستن که هیچ نام و نشانی ندارن، شاید کسی مثل منو ندارن که بتونم رسانه ها پوششون بدن و خانواده هاشون هیچ اطلاعی ندارن. اما این زنان شجاع بودن که این انقلاب رو رقم زدن. اونها بودن که جلو افتادن، اونها هستن که خار چشم جمهوری اسلامی هستن و ما همه باید حمایتشون کنیم. من میخوام این پیامو برسونم که ما از رهبری زنان نباید بترسیم. ما مردان باید پشت سر اونا را بیفتیم. اونا هستن که پیشتازن، اونا هستن که در تمام 40 سال گذشته از همه ما بیشتر رنج کشیدن، اتفاقات بیشتر درستر اندیشیدند و زجر دیدن. اینه که ما اعتماد کنیم و این زنان، این انقلاب زنانه که داره رقم میخوره، بهش اعتماد کنیم و حمایت کنیم از همه اونها. خب آقای پاشایی، آیا پیگیری قضایی هم کردین در این مورد؟ بله، من همسر خواهرم وقتی که امروز رفته پشت در اداره اطلاعات سنندج، خیلی بد باش برخورد کردن، مشاجره شده، اما اون التماسی نکرده که آزادش کنه، بلکه خواسته، بهشون گفته که کار شما غیر قانونی هست و کوتاه نمیان. شما اگه به فایل های صوتی که الان در رسانه ها پخش شده نگاه کنید، وقتی که اطلاعات به اونا زنگ میزنه، میبینید که مردم اصلا باور نکردنیه. اون گونه که اونا جواب ماموران اطلاعاتو میدن، ما سابقه نداشته، به خاطر اینکه مردم دیگه نمیترسن، به خاطر اینکه ابهت این حکومت وحشتش شکسته برای مردم. من از این فرصت کوتاه استفاده میکنم، از مردم شهرم، شهر سقز، شهر مهسا امینی، شهر ژینای بیگناه که در اونجا به خاک سپرده شد و اهل اونجا بود، دعوت میکنم که اونا هم در خیابون بمونن، مثل اشنویه که شهرشون آزاد کردن، سقز هم شهرش آزاد کنه. اشنویه که الان رفتن و زندانی هاشون آزاد کردن، فرمانداری رو گرفتن، بسیج رو ویران کردن، سقز، سنندج، مریوان، کردها در مبارزه سابقه زیادی دارن، اونا هم برن فرمانداری رو بگیرن، اونا هم برن، اونا صاحب این سرزمین هستن. چرا الان خواهر من، چرا هزاران زن دیگه باید الان توی زندان باشن؟ چه کسی این حق داده که اونا رو الان در انفرادی نگه داره؟ من از همشهریانم، از مردم کردستان، از همه مردم ایران درخواست میکنم که الان فرصتی هست. شما اگه، ما اگه به زندگیمون نگاه کنیم، میبینیم اطلاعات سپاه چه ها که با ما نکردن، ما را در بدر کردن، تحقیر کردن. الان روز دادخواهی ماست، الان فرصتی هست که ما خیابونها، شهرهایی رو که متعلق به ما هست، صاحبان این سرزمین ما هستیم، اونا اشغالگرن، اونا رو بیرون بیاندازیم، فرمانداری رو بگیریم و فرماندار و فرماندهان سپاه رو از شهرمون بیرون کنیم.